در حالی که شمار قیام کنندگان عراقی که روز سه‌شنبه در بغداد جان باختند به 6 تن و شمار مجروحان به 10 تن رسیده، روز چهارشنبه نیز درگیری و تظاهرات علیه دست نشاندگان ولایت فقیه ادامه یافت. در بغداد میدانها و پلهای اصلی در تسخیر قیام کنندگان است و دانشجویان دست به اعتصاب زدند. در بصره، نجف، ناصریه، بابل، سماوه، کربلا و زیقار قیام کنندگان با مسدود کردن شاهراها و اتوبان‌ها با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند. عليكم ورحمة الله وبركاته. قد بدأت أساليب المتظاهرين الثانية بالتصعيد السلمي بقطع الشوارع. به گزارش رویترز، درگیری‌های عراق به استان دیالی و شهر بعقوبه نیز کشیده شد و یک تظاهرکننده در بعقوبه بر اثر جراحت ناشی از اصابت گلوله جان باخت و حداقل 50 تظاهرکننده در این شهر مجروح شدند. در بصره، وحوش نقابدار خامنه‌ای از داخل یک خودرو به سوی تظاهرکنندگان شلیک کردند که باعث کشته شدن یکی از پرستارانی شد که برای کمک رسانی به قیام کنندگان فعالیت میکرد. در واسط و المثنا، دانشجویان دانشگاه ها به اعتصاب و تظاهرات در حمایت از قیام کنندگان ادامه دادند. کمیساریای حقوق بشر عراق روز اول بهمن اعلام کرد در جریان درگیری های دو روز گذشته در عراق حداقل 10 تن از تظاهرکنندگان کشته و بیش از 130 تن مجروح شدند.